سلام به همه وطنان ما که همین لحظه لایف ما را از افکن سوف تورنتو در شهر کابل تماشا میکنین. دوستای عزیز، قسم که شما در جیران هستین، چند قبل کابل حادثه بسیار دلخراش رخ داد که متاسفانه خیلی از هموطنان ما فامیلاشان از دست دادن و همچنان خانهاشان تخریب شدن. دوستای عزیز، شما در جیران هستین که دو عزیز ما را که قرار بود خانم در کانادا بیاین و امرای برادرشون در کابل در اثر حادثه بسیار دلخراش اینا از دست دادیمشان، شهید شدن. امروز ما خانهشان آمدیم، میخواییم امی اتاقی که اینا شهید شدن امون قسمت رو برتانشان بدم و صحبت های فامیل از خانواده رو همچنان داشته باشیم. و شما میفهمین که ما یک کمپین برای انداختیم، یک مقدار پول باشان جمع‌آوری کردیم که کمک مالی بکنیم. این دقیقا امی امون اتاق هست که امی دختر خانم امرای برادرشان شهید شده بود. اینا پدرجانشان هست. ما میخواییم در رابطه با این حادثه از خودشان بشنویم، ببینیم چی گفتنی داره. پدرجان سلام، میخواییم بشنویم که شما چی گفتنی دارین در رابطه برای این حادثه که رخ داد. این حادثه که رخ داد شما کجا بودین امروز؟ در خانه کیا بودن؟ ما در وظیفه بودیم، همین دخترکم شهید شده کتم، بچه ها که شهیدم در خانه بودن کتم، مادرش در اینمی اتاق شیشتا بودن، چای صبح میخوردن دقیقا نمی قسمت اونا بودن. اینجا بخاری ماندگی بود، اینجا چلی ماندگی بود، برای که من اینجا شیشتا بوده، بچه ها که من اینجا شیشتا بوده، خانم ما اینجا شیشتا بوده. و فعلا خانمتان فکر کنید در شبخانه بسر میبرن، حالت سیشان خوب نیست؟ بله، حالت سیش خوب نیست. اگر و دوستای عزیز، راکت هم امون وقت در این قسمت بالکن اصابت کرده، دقیقا هم اینجا. و بازی ها که اینجا شیشتگی می باشه، راکت اول در اینجا کدام جا اصابت میکنه، دختره که فکر میکنه بیادر خودش در قلمه درخان درس میخوانه، مکتب میخوانه، باز اینا فکر میکنه در مکتب خوردن، دختره که گریان میکنه، سرصدا میکنه که در مکتب نخورده باشه، محتشم بیادر موگار نشده باشه. بچه که ما فوری میشه، بچه کلان ما میاید، این قسمت بالکن استاد میشه، همین قسمت بالکن مکمل از بین رفته، دوباره این را بازسازی کردن، یعنی میجه استاد میشه و شقایق هم یعنی میجه استاد میشه. عرضیش هم میخواه که سعی کنن که در کجا استفاد کرده مراکت اول، یعنی می لحظه که دیگه نمی فهمان چه رقم میشه، راکت دوم میاید، یعنی میجه میخوره و دیگه کسی شهید میکنه، مادرش شقایق جان خدا ببخشتان. اسم پسرتان چی بود؟ کجا؟ مشعل جان. اردوشان در این حادثه که در خانهشان راکت اصابت کرده، متاسفانه اردوشان از دست دادیم و مادر جانشان هم فعلا در شفاخانه به سر میبرن، حالت سیشان کاملا خوب نیستن. و امی بالکن است که کاملا تخریب شده بوده و فعلا اینا پس دوباره بازسازی کردن. امی اتاق اگر شما شاهد باشین، وقتی که راکت خورده مکمل ستون اتاق خراب کرده و این بالکن تمامش تخریب شده بود و اینا را دوباره پس امی قسمتاش را جور کرده. باید شایست تا سابق تازه کنکریت هم باشید، این بخاطر هم بچه ها کم که این شما در خونه می باشد، حتی که تا رتبه دگر جنرالی رسید و سمت های مهمی چون وزیر صحت عامه، ریاست شفاخانه نظامی و ریاست شورای زنان را بر عهده داشت. او هرگز ازدواج نکرد. روحش شاد باشد. بچه ها کم دیگر دقیقی که می بینه بسیار حالتش هم خراب میشه. کاکا جان، شما چند فرزند داشتین که متاسفانه دو فرزندتون رو در یاد سه از دست دادین؟ سه فرزند داشتیم، دو بچه داشتیم، یک دختر که دو تاش شهید شدن، خدا مغفرت شون کنه. و قرار بود شقای جان کانادا سفر داشته باشن؟ بله، همون شوهرش در کانادا بوده، دیگه کارهایش هم چیزی خلاص شده بود، میخواستن برم و بیادرکش هم ترکیه بود، ماشاءالله ترکیه بود، آمده بود که همسیرش میره، میخواره کش دفعه آخر ببینه شد، دیگه او میره طرف خانه و زندگیش که دیگه عربیش هم سفر کرده، بله عبد عبد سفر کرده. روحشان شاد باشه. شما خانه بودین در روز حادثه یا بودین؟ نه، وظیفه بودم، وظیفه بودم که برای من زنگ آمد که در خانه راکت خورده. یک دفعه بیا ما آمدم که در یک سال دوستر خیرخانه میجا کلینیک برده بودم، شما که رفتیم دیدم که در دو بچه یک دخترکم شهید شده بودم. کاملا شهید شده بودن یا زخمی بودن؟ نه، شهید شده بودن. اینجا می همسایا کسی دیگه نبود، برادرام وظیفه بود تمام، یک پدر و مادرم ضعیف هستن، این همسایا آمده بودن برده بودن، بسیار حالتشان خراب بود. مثلا جان
یعنی اینجا استاد بوده راکت همینجا اصابت کرده بسیار اوگارش کرده بوده حتی سر صورت شناخته نمیشد تمام پایه شکمه که دور بود دختره که مومم اینجا بود همین در و دروازه زنده کسش وقتی که این کانکریت و این چوب و یاره به او رقم میکنه و دوتاره ما مامیره میفتم که ادقل همون که کده میاخر میدیدم سر صورت شما که یعنی زیاد زخمی شده بودن زیاد وضعیتشون خراب بود دیدن نمیشدن دیگه نمیشد که ببینیشون بسیار حالتشون بسیار خراب بود و دوستا شما اگر سقف خانواده چهت متوجه باشین از اتاق کاملا در سر زمین راکت تخریب شده و اینا پس دوباره سازی کردن و دقیقا امی قسمت بالکنه که شما تماشا میکنین امی قسمت راکت اصابت کرده که کاملا تخریب شده و فعلا هم در از این آینه را که میبینین در این نصف است و اینا دوباره سازی کردن که متاسفانه دو عزیز خود دو فرزند بسیار عزیز خود از دست دادن در حادثه برشان صبر جمیل میخواییم خداوند دیگه ای حادثه بسیار دلخراش از خانواده و از تمام دوستایی که در افغانستان فامیلایی که زندگی میکنن دور داشته باشن واقعا بسیار جگرخون کننده است و اینا اتاقا را کاملا خالی کردن من براتون نشان میدم که هیچ اینا اینجا زندگی نمیکنن چون بسیار خاطری خراب پیدا کردن از خانواده و زندگی خود شما متوجه باشین شیشا و یارم ما پس انداختیم چون زمستان بود هوا بسیار سرد بود این نما و اینا تمام شیشا کلش تخریب شده بود بله کاملا خانهشان بسیار زیاد تخریب شدن مخصوص همین اتاقی که شما تماشا میکنین این همه اتاقی هست که راکت در این اتاق ثابت کرده این اتاق بسیار زیاد خراب شده اینا پس دوباره سازی کردن و اینا هم وسایل هست که در این اتاق بودن میزه هست که فکر کنم از تلویزیون استفاده میکنن بسیار زیاد خراب شده و این تلویزیونشان است و این دروازهشان خراب شد کاملا کل زمین حادثه تخریب شدن خب به وسایل خانه قدر مهم نیست ولی یک عزیز خود کدام عزیز میتایی بسیار زیاد مهم هستن برای ما اگر بستم خانه ما از بین میرفت مشکلی نداشتن یعنی دو تا دو اولاده که زنده میبودم دختره شده شده بسیار روزوهای چیز داشتن بچه هکم خود بسیار یک بچه بود که میگو ما باید بازی پدر خود باشیم از خاطر از این مادر خودم بسیار جگرخونی میکرد مادرش که دختره که میره و یک دخترم داشتیم زندگی کل زندگی من در دست همین دخترم بودم این شب و روز هم میگفتم شد شقایق جان مصروف چی کار بودن؟ چی درس خونده بودن؟ دوازه را خلاص کرده بودن سمت دوازه را خلاص کرده بود همین کورس ها را تعقیب کردم میرفته کورس های کامپیوتر بود انگلیسی بود ریاضی بود زیاد علاقه و شوق در ریاضی داشت ریاضی را تعقیب میکرد اینا میخواستن سفر داشته باشن طرف کانادا به خیبر زندگی خود اونجا شروع کنن متاسفانه که اونا با آرزوهایشان نرسیدن بسیار مثلا هم احساسات خود نمیتونم امیل از ابراز بکنم که چقدر درکناک است وقتی یک عضو خانواده دیگه نباشه با تمام آرزوهایش از دنیا بره بسیار سخت است با خانوادهش با پدر با مادرش با زنهای یگانه دختر خانوادهشان بود خداوند صبر بده و تمام کسای ما مخصوصا با کاکا جانم که بسیار درد دیدن اینا خانمشان در وضعیت بسیار خرابه هستن فعلا در شبخانه هستن فکر کنم زیادتر شما در شبخانه می باشید بله ما همیشه شبخانه می باشیم و این میام بچه خوردم است که تنها ما وضعی و مادرش مادی من بیشتر وقت شبخانه هستم چون اینجا حالت خانمم بسیار خرابه کندیزی مغزی کرده یک چهره در سرش در پشت سر خورده یک تام در پیشانیش خورده و قسمت های شکم زیاد چرا اینجا هم خورده بود که همون رودایش یا که تمامش از بین رفته بودن دختر بسیار حالتش خراب بود اگر خدای پاک کدام رحم کنه که انشالله که زودتر خوب شوند ساعت کامل نصیب شان شوند زندگی من یک تا مزال خوش شده یا بسر شده چی